برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که انورالحق کاکر به عنوان نخست وزیر موقت این کشور تعیین شده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، آقای کاکر پس از توافق شهباز شریف نخست وزیر و راجا ریاض رهبر اپوزیسیون به عنوان نخست وزیر موقت به رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد شده بود. تعیین نخست وزیر موقت پاکستان پس از آن صورت گرفته است که عارف علوی رئیس جمهور پاکستان چهارشنبه شب دستور انحلال شورای ملی آن کشور را امضا کرد. با انحلال پارلمان مدت کار دولت فعلی پاکستان به پایان رسیده و تا برگزاری انتخابات و تشکیل دولت جدید نخست وزیر موقت اداری امور آن کشور را به عهده خواهد داشت. یک سازمان مددرسانی غیر دولتی اروپایی میگوید در جریان دو روز گذشته 623 پناهجو را در دریای مدیترانه نجات دادند. در میان این پناهجویان 15 کودک و 146 خردسال بدون همراه هستند. این سازمان روز شنبه 21 مرداد گفته که پناهجویان سرگردان در دریای مدیترانه را طی 15 عملیات جداگانه نجات داده که در نوع خود رکورد است. گفته شده اکثریت آنان از گینه، بنگلادش، ساحل عاج و بورکینافاسو بودند. سازمان دریایی بشردوستانه SOS مدیترانه یک سازمان غیر دولتی اروپایی است که در سال 2015 در واکنش به مرگ و میر در دریای مدیترانه و ناکامی اتحادیه اروپا برای جلوگیری از این مرگ ها تأسیس شده است. رئیس کنفرانس بیابان‌زدایی سازمان ملل هشدار داده که جهان احتمالاً پیش از افزایش 1.5 درجه سانتیگرادی دمای زمین با اختلال عمده در تأمین مواد غذایی مواجه خواهد شد، زیرا تأثیرات بحران اقلیمی با کمبود آب و شیوه های ضعیف کشاورزی ترکیب شده و کشاورزی جهانی را تهدید می‌کند. وزیر دفاع سابق ساحل عاج که سال گذشته اجلاس سازمان ملل متحد در مورد بیابان‌زدایی را رهبری کرد گفته که اثرات خشکسالی با سرعت بیشتری از حد انتظار در حال رخ دادن است. وی گفته که مشکلات افزایش دما، موج گرما و خشکسالی و سیل شدیدتر امنیت غذایی را در بسیاری از مناطق به خطر انداخته است. یک هیئت آلمانی از تازه مسلمانان به مسجد کوفه تشرف یافتند و از آثار تاریخی آن بازدید کردند. این هیئت که تعدادشان بیش از 10 نفر بود، اکثرا جوان بوده و شامل مرد و زن بودند. این مسلمانان آلمانی علاوه بر مسجد کوفه به زیارت حرم مطهر مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علیه السلام نیز رفتند. گفته می شود این تازه مسلمانان در سفر خود به کشور عراق به برخی دیگر شهرهای این کشور از جمله شهر مقدس کربلا هم سفر خواهند کرد.